هوا گرم شد و دلت یه نوشیدنی خنک و خوشمزه میخواد؟ رد موهیتو، اسموتی تابستونی و شیک شکلات نعنا. امروز با هم دیگه میخوایم 3 تا از متفاوت ترین و معروف ترین نوشیدنی های کافه ای رو درست کنیم. با من همراه باشید. سلام، خوبید بچه ها؟ بریم برای درست کردن اولین نوشیدنی. یه قاشق غذاخوری تخم شربتی داریم که بهش چند قاشق آب اضافه میکنیم. زیاد آب نریزیم که این موادمون غلیظ باشه. 3 تا برش طالبی داریم. این موادی که دارم میگم بچه ها برای 1 کیلو 2 لیوان میشه. 3 تا برش طالبی داریم، تیکه تیکش میکنیم و داخل غذاساز، میکسر، آب میوه‌گیری، هر چیزی که دارین میریزیم و بهش یه قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم. اگر طالبیتون شیرین بود میتونین شکر رو حذف کنین تا به این صورت بشه غلظت طالبیمون، یه چیز شبیه یخدر بهش. با هندوونمون هم میخوایم همین کار رو بکنیم، یعنی 2 برش هندوونه رو به تیکه های کوچیک تبدیل میکنیم، تخمه های هندوونه رو میگیریم و داخل اون مخلوط کنمون میریزیم. یه کمی هم بهش آب لیمو اضافه میکنیم، بستگی به ذائقتون داره کم یا زیاد بودن آب لیمو. حالا این هم مثل اون طالبی هامون مخلوط میکنیم تا به این غلظت تبدیل بشه. من تو هر مرحله غلظت موادم نشونتون میدم. حالا لیوانمون رو بر میداریم و لایه لایه میچینیم. لایه اول اون هندوونه پوره شدهمون هستش. بعد از هندوونه چند تا تیکه یخ میریزیم و بعد از یخمون هم میریم سراغ تخم شربتی. بچه ها بهتون گفتم تخم شربتیاتون حواستون باشه که خیلی رقیق نباشه، که به صورت همینجوری لایه لایه توی لیوانمون بمونه. اینجوری باید غلیظ باشه تا پایین نره اون تخم شربتیامون. بعد از گذاشتن این تخم شربتی ها تو لایه آخرمون هم اون طالبی و شکر پوره شده ای که درست کردیم و میذاریم و اسموتی تابستونیمون کاملا آماده است به همین خوشرنگی و خوشمزدگی که دارین میبینید. واسه این نوشیدنی دوممون ما نیاز داریم به 200 گرم توت فرنگی. بهتر توت فرنگی کوچیک استفاده کنید که عطر و طعم بهتری هم داره. توت فرنگیامون به تیکه های کوچیک تبدیل میکنیم و داخل اون مخلوط کنمون میریزیم. ما میخواییم رد موهیتومون رو درست کنیم، یا همون موهیتوی توت فرنگی که فوق‌العاده خوشمزه است. بعد از خرد کردن توت فرنگیامون بهش یه قاشق غذاخوری شکر و یه کمی آب لیمو اضافه میکنیم. این موادی هم که دارم بهتون میگم حدودا 2 تا لیوان از این نوشیدنی رو بهتون میده. دوباره اینا رو مخلوط میکنیم تا حالت پوره‌ای توت فرنگی رو داشته باشیم، همینجوری خوش رنگ و خوشمزه. بعد میریم سراغ نعنا. چند برگ نعنا داریم، بهتر از نعنای موهیتو استفاده کنیم، ولی اگر هم نداشتین همین نعنای معمولی هم میشه استفاده کردش. نعنا رو یکم خرد میکنیم یا میتونین حتی بکوبینش. این کار رو میکنیم واسه اینکه اون عطر و بوی نعنا کاملا بلند شه داخل نوشیدنیمون. بعد از نعنا هم سراغ لیمو میریم. لیمویی که اینجا استفاده میکنیم لیمو ترش، لیموی سنگی هستش، از این لیموهایی که سایز بزرگی دارن و باید پوست و اون قسمت‌های سفید لیموتون رو کاملا بگیریم. بعد از پوستگیری لیموهامون اینجوری خرد میکنیم داخل مخلوط کنمون. حواستون باشه دونه های لیمو ترشتون هم جدا کنین و حدودا 1/3 قاشق چای خوری بهش شکر اضافه کنین. میتونین این شکر رو هم حذف کنین و اینو مخلوط کنین تا یه حالت پوره ای داشته باشه. حالا لیوانمون رو بر میداریم و موادی که آماده کردیم و لایه لایه داخلش میریزیم. لایه اولمون رو مخلوط لیمو ترش و شکر رو میریزیم و روی اون نعناهایی که خرد کرده بودیم و قرار میدیم. بعد از نعناها ما باید چند تا تیکه یخ بذاریم. این یخ ها بچه ها بینشون باعث میشه که مواد به صورت طبقه طبقه بمونن و به خورد همدیگه نرن. یه کوچولو آب میریزیم تا سطح این یخ هامون و بعد تو آخرین مرحله اون پوره توت فرنگی و شکر و آب لیمویی که داشتیم و روی موادمون میریزیم و رد موهیتومون هم آماده است. فقط ببینید چقدر خوش رنگ و جذاب این نوشیدنی. و نوشیدنی سوم یعنی شیک شکلات نعنا. 2 تا دونه موز یخ زده داریم، حتما باید موزاتون یخ زده باشه. 2/3 لیوان شیر، چند تا برگ نعنا، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو، چند تا تیکه یخ، تعدادش زیاد نباشه و در آخرم 3 اسکوب بستنی وانیلی. این مواد رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم تا کاملا ریز بشه. دیگه حالت پوره ای نمیخوایم باشه چون میخوایم شیک درست کنیم. وقتی کاملا مواد ریز و به خورده هم رفتن شیکمون هم آماده است. اینم از آخرین نوشیدنیمون به همین خوشمزدگی و خوشگلی که دارین میبینین. درست کنید و نوشیدجون کنید.